به نام خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. دیدار امیر خان متقی با نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی. نماینده این سازمان از حکومت سرپرست خواست تا تصمیمش را درباره آموزش و کار زنان در افغانستان بازنگری کند. امارت اسلامی افغانستان هم یک کشور اسلامی است. اگر بازای این سازمان قناعت داده شود توسط مقامات امارت اسلامی، این میتونن به سطح جهان تمام مشکلات افغانستان حل کنند. واکنش وزارت امر به معروف و نهی از منکر به نگرانی یونما میگوید از این پس با دفتر یونما مخالف است و با این سازمان در هیچ بخش همکاری نخواهد کرد. باید در دو طرف حساسیت ها را در نظر بگیره، بیشتر سبب تشویش مردم نشود. هر قانون چه عقد شریعت به بنابایدی وی و پاقی که مداخله کول عقد اسلام در پارس پکاوی دی. اوضاع دشوار سیلاب زدگان غور در فیروزکو. مسئولان محلی هشدار می‌دهند اگر به این خانواده ها تا پیش از زمستان سرپناه ساخته نشود، بیشتر آنان به علت سردی هوا جانهای خود را از دست خواهند داد. شو خیلی هم سر که اخیر که نه نماز که بخوندم که بخی هم ساعت 4 بجه خنکیم بیدار کرد دیگه یه هر کوری که هم خیلی نرفتم. هوا بسیار سرد شده، بسیار در مشکلات ترمیدیم. تأکید بر گسترش روابط اقتصادی با ترکمنستان. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در سفری به این کشور با وزیران خارجه، نفت و گاز، صنعت و شهرسازی دیدار و گفتگو کرد. و آتش‌بس حماس و اسرائیل از بهر اجرای واکسین پولیو. این آتش‌بس موقت سر از فردا آغاز می شود و تا 3 روز دوام می کند. امروز جمعه 9 ماه سنبال است. من شمسم. وقت شما بخیر. نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در دیدار با امیرخان متقی از حکومت سرپرست خواست تا تصمیمش را درباره آموزش و کار زنان در افغانستان بازنگری کند. بر بنیاد خبرنامه سازمان همکاری اسلامی در این دیدار مسائل دیگر همچون پیکار با هراس افغانی، مواد مخدر، وضعیت امنیتی و موضوعات اقتصادی افغانستان نیز به بحث گرفته شده. وزارت خارجه قطر نیز گفته آخرین پیشرفت‌های افغانستان را در حاشیه نشست همکاری‌های اسلامی با سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی و بحث گرفته. در حاشیه 50مین نشست سازمان همکاری اسلامی که در پایتخت کشور کامرون برگزار شده، نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان با سرپرست وزارت خارجه دیدار کرد. بر بنیاد خبرنامه سازمان همکاری اسلامی، طارق علی بخیت در دیدار با امیرخان متقی بر اجرای قطعنامه‌های شورای وزیران خارجه سازمان همکاری درباره افغانستان تاکید کرده و از حکومت سرپرست افغانستان خواست که تصمیمش را درباره کار و آموزش زنان و دختران در کشور بازنگری کند. چې کانفرنس هم د نړیوالو سازمانونو په هنداره کې موقف نیسي او دا مهال افغانستان د نجونو د زده کړو د تعطیل له امله د نړیوالو جوړښتونو له نظره غورځېدلی دی. نو اړینه ده چې حکومت د اسلامي کانفرنس او د نورو نړیوالو جوړښتونو سره د مشروع حقوقو عملي کولو لارې نه تعامل رامنځته. در این خبرنامه همچنین آمده است که در این دیدار دو طرف مسئله پیکار با مواد مخدر و هراس افغانی را نیز به بحث گرفته و درباره وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور نیز گفتگو کردند. سازمان همکاری اسلامی متشکل از کشورهای تقریبا 58 کشور اسلامی جهان هستند و امارت اسلامی افغانستان هم یک کشور اسلامی است. اگر به اعضای این سازمان قناعت داده شود توسط مقامات امارت اسلامی، این میتواند به سطح جهان تمام مشکلات افغانستان حل کرد. وزارت خارجه قطر نیز با نشر خبرنامه گفته است که آخرین پیشرفت‌های افغانستان را در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اسلامی با سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی به بحث گرفتند. 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر روز 29 و 30 آگوست در کامرون برگزار شد. در این نشست امیرخان متقی به نمایندگی از امارت اسلامی نیز حضور یافت.
روزنامه شپیگل آلمان گزارش داده که 28 شهروند افغان که دولت آلمان آنان را مجرم خطاب کرده در یک پرواز ویژه چارتر از میدان هوایی لایپزیگ آلمان به کابل انتقال داده شده اند. پیش از این سخنگوی سیاست خارجی حزب حاکم سوسیال دموکرات آلمان گفته بود که دولت آلمان باید با حکومت سرپرست افغانستان در مورد بازگرداندن افغانهایی که در این کشور ساکن هستند گفتگو کند. تصمیم اخیر دولت فدرال آلمان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور مغایر است با کنوانسیون‌های بین‌المللی و اثرات منفی بر سایر مهاجرین در این کشور ایجاد خواهد کرد. همانطور که او کشور خارجی بهترین امکانات در اختیار ما قرار میده، ما هم باید قدردان او باشیم و حداقل به قانون و مقررات او کشور احترام بگذاریم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر با پخش اعلامیه نگرانی و نما در پیوند به قانون جدید این وزارت را بیجا و مبتنی بر نظریه های غربی می داند. این وزارت گفته پس از این با دفتر یونما مخالف است و با این سازمان در هیچ بخش همکاری نخواهد کرد. در بخش دیگر این اعلامیه آمده که امارت اسلامی به عملی سازی احکام شرعی متعهد است و کشورها و نهادها باید بجای انتقاد از این قانون به ارزش های دینی و مذهبی افغانستان حرمت بگذارند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در اعلامیه نگرانی یونما پیرامون قانون جدید این وزارت را بیجا و مبتنی بر نظریه های غربی خوانده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این اعلامیه از یونما خواست تا افغانستان را با نظریه های غربی و جامعه های غیر اسلامی مقایسه نکند. در اعلامیه وزارت امر به معروف و نهی از منکر آمده که این قانون بر مبنای اصول شرعی و فقه حنفی ساخته شده است و نباید از آن انتقاد شود. هر قانون چې هغه د شریعت په بنا باندې وي او په هغه کې مداخله کول هغه د اسلام د پاره سپکاوی دی. نو ښه خبره به دا وي چې خارجان د اسلام سپکاوی ونه کړي او زموږ د اسلام قدردانی وکړي. در بخش دیگر این اعلامیه آمده است که امارت اسلامی به عملی سازی احکام شرعی متعهد است و کشورها و نهادها باید به جای انتقاد از این قانون به ارزش‌های دینی و مذهبی افغانستان حرمت بگذارند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان افزوده است که به خاطر تبلیغات نادرست یونما پس از این با این اداره هیچ گونه همکاری نخواهد کرد. هر کشور مطابق دین و آیین کلتور و عنعنات خویش قوانین خود را طرح میکنه و پاس میکنه، ولی با سازمان های بین المللی روابط قطع کردن به نفع مردم افغانستان نیست. باید در دو طرف حساسیت ها را در نظر بگیره، بیشتر سبب تشویش مردم نشوند. یعنی مردم در این موضوعات بسیار به تشویش به این میشند که مثلا اگر یونما گزارش بده از افغانستان، کمک های سازمان ملل متحد متاثر میشه از این. این در حال است که پیش از این سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از علمای جهان خواسته بود تا هر گونه پرسش یا نگرانی که پیرامون قانون جدید این وزارت دارند را مطرح کنند. محمد خالد حنفی تاکید کرده بود که این قانون با تلاش‌های زیاد ایجاد شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر آماده پاسخگویی در این زمینه است. امارت اسلامی میخواهد برخی از سازوبرگ‌های نظامی و وسایل کنترل فضایی را از روسیه خریداری کند. سید عبدالبصیر صابری رئیس بخش لوجستیک وزارت دفاع در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه گفته با فراهم شدن شرایط حقوقی بین‌المللی در آینده میخواهند تا سازوبرگ‌های کنترل حریم هوایی را از روسیه خریداری کند. او همچنین از توانایی امارت اسلامی برای تأمین امنیت مرزها اطمینان داده و افزوده که از سلاح‌های آمریکایی برای امنیت مرزها استفاده می‌کنند. رئیس بخش لوجستیک وزارت دفاع در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که قصد دارند در آینده تجهیزات ساخت روسیه را خریداری کنند. سید عبدالبصیر صابری میگوید که حکومت سرپرست به تجهیزات دفاع هوایی و کنترل فضا برای دفاع از حریم هوایی کشور نیاز دارد و هر زمانی که شرایط حقوق بین المللی فراهم شود آن را خریداری خواهند کرد. جهت خریداری سلاح و تجهیزات نظامی برای اردوی افغانستان، اول ما ضرورت به حکومت قانونمند و برسمه شناسه در سطح بلمیل داریم که از نگاه تمویل و تجهیز اردو و همچنان خریداری سلاح و مشکل در سطح جهانی وجود داشته باشد. دوم این که خریداری سلاح و تجهیزات نظامی به مراتب از طریق روسیه به کشور افغانستان ارزان‌تر تمام می شود.
آقای صابری همچنین گفته است که در حال حاضر امنیت شهروندان کشور تضمین شده است و می‌افزاید که امارت اسلامی از سلاح‌های بجامانده آمریکا برای تامین امنیت مرزها استفاده می‌کند. وقتی که تامین مرزهای ارضی و مرزی افغانستان مطرح بحث باشه، تامین امنیت کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم صورت می‌گیرد. اما متأسفانه جهان به خاطر تقابل سیاسی با حکومت سرپرست موضوعاتی را مطرح بحث می‌سازند که او هیچگاه بر مبنای واقعیت‌ها روان نیست. این در حال است که پیش از این نیز سرپرست وزارت دفاع گفته بود که تلاش‌ها برای جلوگیری از نقض حریم هوایی کشور جریان دارد. نزدیک به 600 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های غربی سرپناه و امکانات نخستین زندگی در حومه شهر فیروزکوه مرکز این ولایت به سر می‌برند. به گفته این آوارگان تا هنوز هیچ کمکی به آنان نشده و در بی‌سرنوشتی و مشکلات به سر می‌برند. مسئولان محلی در غور نیز هشدار می‌دهند اگر به این خانواده‌های آواره تا پیش از زمستان سرپناه ساخته نشود، بیشتر این بی‌جا شدگان به علت سردی هوا جان‌هایشان را از دست خواهند داد. ذوالفقار به دنبال از دست دادن خانه و کاشانش در سیلاب با خانواده 10 نفرش از ولسوالی مرغاب غور به حومه شهر فیروزکوه آواره شده است. سیلاب خانه، باغ و زمین کشاورزی این مرد را تخریب کرده و نزدیک به 3 ماه می شود که با خانوادهش زیر این خیمه زندگی می کند. با همه چیز احتیاجیم. این همه شو خیمه هم سر که ایقاز که نید. نماز که بخوندم که بخی هم تا ساعت 4 بجه خنکیم بیدار کرد دیگه هر کاری که بکنم خیلی نرفتم. نور احمد پس از تخریب خانهش در سیلاب با همسر و 3 کودک نابیناش آواره شده است. او که از ناداری و بی‌سرپناهی رنج میبرد، نگران سردی زمستان پیش رو است. زندگی نمیشه ما سرپناه همولی فعلا خیلی احتیاجیم که مثال یک سرپناه داشته بشیم. مولی زمستان هم بیامد اکم. دیگه ما از واس ما نیست چیزی که ما در هیچ مثلا یک دست و پای بزنیم دیگه. همین وقت امال دشوار به خاطر که شبها بسیار سرد شده بسیار در مشکلات ترمینیم. از دولت اسلامی، امارت اسلامی همکاری میخواییم که اینجا با ما یک سرپناه جور کنیم. مسئولان محلی غور میگویند که نهادهای کمک رسان تا هنوز هیچ کمک با این آوارگان نکردند. با گفته آنان حکومت سرپرست کار ساخت 200 خانه را برای این بیجا شدگان آغاز کرده، اما نیاز به سرپناه بیشتر است. این مردمی که فعلا سرپناه ندارند، اگر برایشان یک سرپناهی صورت نگیره و همچنان مواد غذایی کمک نشه، البسه زمستانی برایشان کمک نشود، دیگه ما شاید در او صورت شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود. صدها خانواده از بخشای سیلاب زده ولایت غور به ویژه ولسوالی مرغاب این ولایت اینجا به حومه شهر فیروزکوه بیجا شدند. غور از ولایت‌های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ مردم این ولایت می‌آید. این مردم نگران هستند که در زمستان پیشرو به علت نبود امکانات نخستین زندگی و سرپناه زندگی آنان و خانواده هایشان تهدید می شود. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، غور. برخی از باشندگان پایتخت از مسئولان شهرداری کابل می خواهند تا در ایجاد پارک ها و افزایش سهولت در تفریگاه ها برای شهروندان تلاش بیشتر کنند. در این گزارش بیشتر ببینید. پارک حصه اول خیرخانه یکی از پارک های معیاری و سرسبز در پایتخت است که بیشتر باشندگان این ساحه برای رفع خستگی های روزانهشان به این پارک می آیند. با این حال، برخی از باشندگان پایتخت از ایجاد پارک های تفریحی در کابل ابراز خرسندی می کنند. این باشندگان شهرداری کابل می خواهند تا سهولت های بیشتر را در تفریحگاه های کشور ایجاد کند. مردم در طول هفته خیلی خسته و زلمه باشند. ایجاد هم چو پارک ها به خاطر فامیل های محترم خیلی تاثیرگذار است. از حکومت می خواهیم که همچو پارک ها را در ساحه زیاد بسازه. مردم میتونن که جا بیاید با طفلا گشت و گذار کنه و میتونن مو مشکلات و خستگی روحی خود را رفع بسازه. بسیاری پارک های دیگر رفته مثل ازی پارک وارد تا جای منظم ندارند و شوکه منظم ندارند، سهولت های بیشتر ندارند. دیگر حکومت از حکومت خواهش داریم که همه چیز باید منظم کنن، چوکه منظم داشته باشن. همزمان با این مسئولان شهرداری کابل میگویند که در نقاط مختلف شهر کابل پارک های تفریحی برای شهروندان ایجاد شده است که تا اکنون 141 پارک تفریحی در پایتخت وجود دارد. شهرداری کابل فعلا در شهر کابل بیش از 141 پارک فعال دارد که مردم از استفاده میکنه و ساعت تفریح از او لذت میبره. یک سایه تفریحگاه کلان در سایه
برنامه شورای کابل مد نظر داره که را گسترش بده و در این حال یک تفریحگاه کلان دیگه در سایه تپه نادرخان است. پیش از این شهرداری کابل گفته بود که در سال 1403 خورشیدی 165 پروژه را به ارزش بیش از 6.4 میلیارد افغانی در پایتخت عملی می کند که این پروژه ها شامل جاده سازی، ساخت کانال ها، ساحات سبز و ایجاد تفریحگاه ها در کشور است. یک بار دیگر خوش آمدید. وزارت معادن و پترولیم از دیدار سرپرست این وزارت و هیئت همراهش در شهر عشق‌آباد با شماری از مقام‌های بلندپایه ترکمنستان خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید در این دیدار روی عملی‌سازی پروژه تاپی در خاک افغانستان، پروژه‌های تاپ، راه آهن، فایبر نوری، نفت و گاز و توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی گفتگو شده. با این حال اتاق صنایع و معادن کشور سفر هیئت امارت اسلامی به ترکمنستان را از رهگذر سیاسی و اقتصادی با اهمیت می‌داند. وزارت معدن و پترولیم میگوید که سرپرست این وزارت و هیئت همراهش در جریان سفر به ترکمنستان با معاون کابینه ترکمنستان، وزیر خارجه، وزیر نفت و گاز، رئیس پروژه تاپی و وزرای صنعت و شهرسازی این کشور به گونه جداگانه دیدار کرده است. سخنگوی این وزارت می افزاید که در این دیدارها روی آغاز کار پروژه تاپی در خاک افغانستان و دیگر پروژه های مشترک میان این دو کشور گفتگو شده است. در این نشست‌ها روی توسعه اقتصادی و تجاری بین دو کشور، چگونگی کار عملی پروژه تاپی در آینده‌های نزدیک در خاک افغانستان، پروژه تاپ، فایبر نوری، توسعه خط آهن افغانستان، بحث‌ها و گفتگوهای مفصل و مثمر داشتند و همچنان قرار است که در جریان امروز یک تعداد سندها نیز به امضا برسد. در همین حال اتاق صنایع و معادن با اشاره به با وجود آمدن همگرایی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان با افغانستان تاکید می‌ورزد که در صورت عملی شدن پروژه‌های مشترک منطقه‌ای ثبات اقتصادی و سیاسی را در میان این کشورها به وجود می‌آورد. بحث پروژه تاپی، خط آهن ترکمنستان و افغانستان، انتقال گاز، انتقال برق و دیگر موارد مشترک اقتصادی بین هر دو کشور برای توسعه روابط تجارتی، پروژه های منطقه‌ای بسیار مهم است. امیدوار هستم که خصوصا بحث تاپی کار عملی از او شروع شود. با این وجود برخی از آگاهان ترکمنستان را یک شریک خوب اقتصادی افغانستان عنوان می کنند و بر توسعه همکاری های دو جانبه میان این دو کشور نیز تاکید می ورزند. ترکمنستان یکی از کشورهایی است که مازاد برق داره و تولیدات خوبتر داره و کشور پاکستان هم نیاز به برق داره. حتی پروژه تاپی هم از مجرای افغانستان می تونه کرن شوه و این طرف نیاز به گاز نفتی که ما داریم کشور پاکستان هم داره. بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، بیشترین اقلام و وارداتی افغانستان از ترکمنستان به کشور را انرژی، برق، گاز و تیل تشکیل می دهند و سنگ مرمر، میوه خشک و نوشابه های غیر الکلی از بیشترین کالاهای صادراتی افغانستان به ترکمنستان به شمار می رود. وزارت صنعت و تجارت از معرفی اتشه تجارتی تازه در کازاخستان در آینده نزدیک خبر می دهد. در این گزارش، ریاست اتشه های تجارتی وزارت صنعت و تجارت به طول نیوز می گوید که این وزارت اتشه تجارتی جدید را به کشور کازاخستان در آینده نزدیک معرفی می کند. رئیس هماهنگی اتشه های تجارتی این وزارت همچنان می افزاید که این وزارت اتشه های جدید دیگر را به هدف گسترش روابط تجارتی افغانستان با کشورهای منطقه در کشورهای هند، چین و امارات متحده عربی نیز معرفی خواهد کرد. با د قزاقستان په هیواد کې هم خپل اتشه معرفي کړو او الته اتشه کوم کارونه کوي. تقریبا د موږ تجارتي اتشه په بهرنیو هیوادو کې بازار موندنه او همدارنګ جلب سرمایه گذاري چې دغو هیوادونه سرمایه گذاران را جلبوي. اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتشه های تجارتی را نماینده های خاص سکتوری افغانستان عنوان می کند و تاکید می ورزد که اتشه های تجارتی باید وضعیت موجود اقتصادی افغانستان را با کشورهای میزبان در میان بگذارند. حالت موجوده اقتصادی و سرمایه گذاری افغانستان را به مردم تشریح کنه، اگر ایر از بسایی و بسارتش تشریح کنه، ما می تانیم که برتان بگویم که ما یک
به اصطلاح یک آتشه تجارتی فعال داشته می باشه. طبیعتاً که میتونه در بهبود روابط تجارتی و اقتصادی بین کشورها نقش نسبتاً تاثیرگذار بازی بکنن. مشروط بر اینکه اونها از امو وظایف و صلاحیت هایی که لازم است برخوردار باشن، طبیعتاً که میتونن در جلب و جذب سرمایه‌گذاری و وارد کردن بعضی تعاملات کلان تجارتی بین کشورها نسبتاً نقش قابل ملاحظه بازی بکنن. بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در حال حاضر افغانستان 8 آتشه تجارتی در کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه و ترکمنستان دارد که مسئولیت آنها هماهنگی صادرات، ترانزیت، بازاریابی برای محصولات افغانستان، توسعه تجارت و جلب و جذب سرمایه گذاری می باشد. پایان خبر شش، از همراهیتان سپاسگزارم.